سلطان صلاح الدین ایوبی فاتح قدس مؤلف سید ابو الحسن ندوی رحمه الله مترجم عبد القدوس دهقان صدا سید مجیب الدین جواد تولید شده در مرکز دعوتی پیمان پیمان پرودکشن جنگ های صلیبی خطر جدید برای اسلام صده پنجم هجری که حرکت علم و دانش تدریس و تعلیف در شهرها و عالم اسلام فعالانه جریان داشت و بسیاری از مشایخ و مربیان به تسکیه و اصلاح مردم می پرداختند خطر بزرگ جهان اسلام را تهدید میکرد و وجود مسلمانان و حتی کیان اسلام در معرض نابودی قرار گرفته بود مسیحیت اروپا از دیر باز با اسلام کی نداشت اروپاییان با اسلام و مسلمانان عداوت دیری نداشتند که آن را از نیاکان خیش و نسل در نسل به ارث برده بودند زیرا مسلمانان مملکت شرقی آنان را که تحت حکم دولت بیزانس بود به تصرف خیش در آورده بودند و تمامی مقدسات آنان حتی محل تولد حضرت عیسی مسیح علیه السلام تحت سلطه و سیطره مسلمانان بود این وضع برای بسیج شدن اروپا و برانگیختن انگیزه آنان برای انتقام گیری از مسلمانان کافی بود اما وجود دولت مقتدر اسلامی و حملات پیدرپی پی آن بر دولت مسیحی مجاور مجال چشم دوختن و تمع به شام و فلسطین و یا هر شهر اسلامی دیگر را از آنان سلب کرده بود اما سقوط دولت سلجوقیان و ضعف مرزهای شمالی مملکت اسلامی آنان را برای تصرف و اشغال شهرهای اسلامی وسوسه کرد و به آنان جان تازه بخشید و بخت نیز آنان را یاری کرد زیرا آنان در آن هنگام از وجود سخنور توانا و خطیب شورافرین همچون پتروس بهرمند بودند. او با سخندانه های جذاب و فریادهای بلند خیش در جهان مسیحیت احساسات مردم را برانگیخت و سر تا سر اروپا موج سهمگینی از جنون دینی ایجاد کرد و علاوه بر این عوامل سیاسی و اقتصادی دیگر نیز اروپاییان را برای جنگ های صلیبی علاقهمند ساخت دادالمعارف البریطانیه کوتاه سخن اینکه نخستین لشکر صلیبیان در سال چهن هجری به سوی شام به راه افتاد و در ظرف دو سال شهرهای روحا اورفا و انطاکیه و اکثر دژهای آن سامان را به تصرف خویش درآوردند و در سال چهد هجری یعنی هار نودونو میلادی بیت المقدس نیز به دست آنان افتاد و با گذشت چند سال بخش بزرگی از سرزمین فلسطین و ساحل شام از قبیل انترتوس عکه ترابلس شرقی و سیدا تحت سیتره و بخشی از قلمرو صلیبیان قرار گرفت ستنلی لین پول تاریخ‌نگار معروف انگلیسی ورود لشکرهای صلیبی در سرزمین اسلامی را این گونه توصیف می کند. لشکر صلیبی براحتی و مانند شخصی که چوب کهنه و میانخالی را می شکافت در سرزمین اسلامی پیشروی و رخ نکرد و مردم برای لحظه گمان کردند که صلیبیان ریشه درخت اسلام را نابود می کنند. و آن را به کلی از بین می برند از سلطان صلاح الدین الایوبی یکی دیگر از تاریخ نگاران برجسته مسیحی از عملکرد صلیبیان ستیزگر و ستمکیش هنگام ورود بیت المقدس و در حال غرور و مستی پیروزی در برابر مسلمانان رنج دیده و بی گناه و بی دفاع و بدون صلاح این گونه سخن می گوید. هنگامی که سربازان صلیبی پیروزمندانه وارد بیت المقدس شدند مردم را از دم تیغ گذراندند و کشتارگاه هولنگیز به وجود آوردند حتی میگویند سواران صلیبی که سواره به مسجد عمر رفتند اسبهایشان تا زانو در خون فرو رفته بود آنان کودکان را به پاها می گرفتند و بیرحمانه به دیوارها می کوبیدند و یا آنان را دور سر میچرخاندند و از دیوار شهر به بیرون میانداختند و یهودیان را زنده زنده در عبادتگاهشان سوختند روز دوم نیز در حد وسیعتر مرتکب چنان جنایات حولناکی شدند که از ذکر آن انسان به وحشت می افتد و با وجود فریادهای تانکرت یکی از فرماندهانشان که تعمین امنیت سیصد اسیر را به عهده گرفته بود به او هیچ توجه نکردند و تمامی اسیران مردان زنان و کودکان را قتل عام نموده و اعضای آنان را بریدند که سرانجام بنای از اعضای تکپاره و قطع شده کشته شدگان پدید آمد و پس از به پایان رسیدن این کشتار وحشتناک عربهای اسیر را مجبور ساختند که جاده های خونالود و متعفن الشهر را بشوين والتمييز باك كنن دائرة المعارف البريطانية شاش سقوط بيت المقدس بدست صليبيان نشانگر ناتواني و سقوط دولة اسلامي و بيداري جهان مسيحيات و شاكل گرفتن نيروي نوپاي آن و اعلام خطري براي عالم اسلامي بود زيرا در منطقه شام و چهار ولایت صلیبی قدس، انتاکیه، ترابلس و رها تأسیس شده بود که برای آزادی مرکز اسلام خطر بزرگ و جدی به شمار می آمد. صلیبیان مغرور تا آنجا پیش رفتند که رینود شایتون والی کرک تصمیم گرفت به حرمین شریفین یعنی مکه و مدینه حمله کند و درباره روزه متحر پیامبر صلی الله علیه و سلم سخنان اهانت آمیز و گستاخانه ایراد نمود و از مقاصد شومی خیش پرده برداشت واقعیت این است که این مرحله پس از حادثه رده حساس ترین و بحرانی ترین ای بود که تاریخ پرفراز و نشیب اسلامی به خود دیده است کیان یعنی اسلام در معرض خطر نابودی قرار گرفته بود و جهان اسلام جز دادن به نبرد سخت و سرنوشت ساز چاره دیگر نداشت جهان اسلام اوایل صده ششم هجری با وضعیت آشفته و انارشی روزافزون و نابسامانی های فراگیری مواجه بود خلفای ملک شاه سلجوقی با همدیگر درگیر جنگ قدرت و عباسی ها مدت قبل سیادت خیش را به ترک ها سپرده بودند و سر تا سر عالم اسلام سلطان با شهامت و تجربه و رهبر فرزانه که بتواند با استعداد رزمی و تدابیر حکیمانه خیش نیروهای پراکنده عالم اسلامی را زیر پرچم واحد گرد و با خطری که از شمال و غرب او را تهدید می کرد مقابله کند وجود نداشت استینل لین پول در تصویر صادقانی از اوضاع آشفته آن دوران چنین می گوید این عصر عصر ابهام و ناوسامانی مردم با مشاهده احتضار و فروپاشی دولت مقتدر و گسترده سلجوقیان بهت و پریشان بودند این مرحله و وضعیت اصفبار تا هنگام ظهور نیروهای تازهی که به سوی جهت و مرکزیت واحد هدایت شدند ادامه یافت به هر تقدیر این دوران انتقالی برای اروپا فرصت طلایی بود که می توانست بر مملکت اسلامی هجوم برد و پیروزی و سیترۀ خویش را بر جهان تثبیت نماید از سلطان صلاحالدین ساعت ۲س۱